به نام یزدان پاک، امیرعباس فخرآور هستم. این ویدیویی که با هم میبینیم مربوط به سال زمستون سال 1380ه. تازه از 222 روز انفرادی توی زندانهای 209 وزارت اطلاعات و 59 اطلاعات سپاه بیرون اومده بودم و به عنوان دبیر کل جنبش مستقل دانشجویی این نشست رو با علی افشاری به عنوان دبیر کل دفتر تحکیم وحدت داشتیم که درباره 18 تیر سال 1378 با هم دیگه صحبت بکنیم. و خب ما همیشه به مواضع همدیگه انتقاد داشتیم، ما اونها رو بخشی از حکومت میدونستیم و اونها ما رو برانداز میدونستن، اما اینجا فرصت خوبی بود که توی کافه سهیل توی بلوار کشاورز تهران بشینیم با همدیگه صحبت بکنیم. با همین ویدیو رو ببینیم. همونطور که از زبون خود علی افشاری شنیدیم بخلاف چیزی که الان این روزها داره میگه، در زمان حادثه 18 تیر سال 78 که در واقع شب 17 تیر ماه سال 78 این حادثه شروع شد، شب پنجشنبه، علی افشاری قزوین بود و با خانوادش مشغول هماهنگ کردن سفرش بود برای مکه که به اتفاق تمام اعضای هیئت رئیسه دفتر تحکیم وحدت داشتن با بودجه بیت رهبری بیت آقای خامنه‌ای به سفر مکه میرفتن که بعد از اینکه میشنون حادثه در کوی دانشگاه تهران اتفاق افتاده قرار میشه به تهران برگردن تا بتونن کنترل بکنن اعتراضات دانشجوها رو. و 24 ساعت بعد از شروع حادثه علی افشاری به تهران میاد و تمام تلاششون هم این بوده به همراه تیم هیئت رئیسه دفتر تحکیم وحدت که این حادثه رو اجازه ندن به سمت براندازی بره. بقیه شو با هم بشنویم. شورای منتخب متحسنین کیا بودن؟ اصلا متحسن جریان چی بود؟ اصلا بیدن شورای عمومی تهران.
خب درباره این شورای منتخب متحسنین که قرار بود پیگیر خواسته های بچه ها باشه، اما به سمت دیگه ای حرکت کرد و در واقع رفت تا کنترل بکنه تمام حوادث و اتفاقات رو، و در کارشون موفق بودن. دفتر تحکیم وحدت تونست جلوی بزرگ شدن حادثه هجرتی رو در واقع بگیره به اون شکل. بقیهش رو بشنویم با هم. شورای منتخب چند زیده این تشکیل شد؟ دقیقا میگرد چهارشنبه 23 تیر ماه 23 تیر ماه بعد چهارشنبه یا دوشنبه بعد دوشنبه چون من همون شب مادم خوب برای حجتی بودم بعد یعنی روزی که در واقع بعد از ظهرش اگر اشتباه نکنیم سخنرانی نهبر بود که ظهرش بود یعنی بعد از اون سخنرانی باشه شورای منتخب تشکیل شد چکرم. بعد حالا اگر خب دیگه
افشاری خیلی متشکرم. البته ما باخبر شدیم که شما فردا رو برای ادامه حبس این کنفرانس بیرون قرار گذاشتید. امیدوارم که موفق باشید و با امید دیدار شما در زمین چون بزودی خودمون بهتون متعرض میشیم و امیدوارم که هرچه سریعتر به مرحله برسیم که بتونیم راحت و بدون دغدغه حرفها رو بزنیم و حرفها رو بشنویم و بتونیم از نظام انتقاد بکنیم بدون اینکه مشکلی برامون